صحبت‌های جنجالی پیشرو به 021G و صحبت‌های جدیدش در مورد تتلو. بس دیگه بابا، یه ذره آدم. عذرخواهی شاهین نجفی از عرفان به خاطر مسخره کردنش و صحبت‌های عرفان در این مورد که رفته بوده با شاهین دعوا کنه. ما تو فاز دعوایی اینا رفتیم که بعد شاهین خودش اومد جلو. من با تو بیفی ندارم، با تو حالم می‌کنم. معذرت‌خواهی. تمسخر شدید آخوندی که به علی کریمی حمله کرده بود و فرار کردنش از دست مردم و دعیوس بازی یکی از هموطنامون که گویا رفته تایلند یه بچه تولید کرده و در رفته که الان تایلندی ها دنبالشن. بانکوک زندگی کردن و یه دختری واردن از این خانم، الان ولی کردن به یه بچه رفتن. شاهین اسمشن، شاهینه؟ صادق سلیم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید دیشب موزیک جدید و جنجالی تتلو به همراهی گندم منتشر شد که بازدید خوبی هم داشته. یه عده میگن که این موزیک ضعیف بوده و اگه پیشرو و حسین توی این آهنگ بودن خیلی بهتر میشد، اما خب همین صحبت ها باعث شد که خود پیشرو به این اتفاق واکنش نشون بده و اومد و از گندم حمایت کرد و گفت خیلی ریختن تو کامنت و دایرکت به جای ما تصمیم گرفتن که آقا گرگی و فلان و اینجوری بدین. اول از همه این که این آهنگ ما رو داشت امیر خودش تصمیم میگیره، دو این که اصلا راست میگه، آقا ما داریم کارهای دیگه میکنیم، مگه قراره که کار نکنیم با هم دیگه؟ چرا اینجوری دارید میکنید؟ یکی هم داره حمایت میشه، حمایت کنید به جای این موجا. بس دیگه بابا، یه ذره آدم چی بگم، واقعا آدم پشمش میریزه. یه انرژیایی رو میدین به سمتمون به جای اینکه آدم این همه قطاری داره کار میکنه انرژی بگیره، هی میخواین افسرده کنین، آدم اذیت کنین. واقعا خیلی سخته دیگه، من چی بگم. همکاری کنید، ما داریم خیلی زحمت میکشیم، خودتون وای میسین یه کاری رو تو خونه، دوتا جارو میزنین تو خونه، دوتا کاری میخواین یه گوشه‌ای بکنین، هی وای میسین غر میزنین بعدش اینجوری شد اونجوری شد فلان اینا، چه برسه به این که بخواین صبح تا شب بیدار باشین، غذای خودتون هم درست کنین، از خودتون هم ممکنه وقتای خودتون ریکورد بگیرین. همه خوابن، باز ما سر کار آخرام نمیشه جوابش این باشه که هی بخواین با یه سری موجای منفی ما رو اذیت کنین به جای ما تصمیم بگیرین. همیشه که نمیشه به خواست بقیه. اگه اینطوری بودش که خب شما میومدین میخوندین ما گوش میدادیم، با اینکه الان اصلا صحبت من با اون مخاطبایی که دارن علکی دخالت میکنن و اصلا نمیدونن چه خبره. اینم از صحبت‌های پیشرو. و اما اگه یادتون باشه چند سال پیش شاهین نجفی یه موزیک خونده بود که توش به عرفان تیکه انداخته بود و میگفت که عرفان باسنیه و حالا عرفان میگه که من رفته بودم که با شاهین دعوا کنم که منو دید و ازم عذرخواهی کرد و گفت که به طور کامل نمیشناختمه. شاهین نجفی تیکه انداخته بود یه آهنگاش. نری تو فاز این بچه اوبیه عرفان، نشی کپی لس آنجلس یا تو تهران. با ما قاطی بودیم سر این داستان. با خشی که رفتیم اونجا اولین بابون شاهین هم هست. ما تو فاز دعوایی اینا رفتیم که بعد شاهین خودش اومد جلو. اول اصلا اون شروع کرد صحبت کردن، گفت بریم بیرون گپی بزنیم. رفتیم بیرون یه صحبت کردیم و گفتش که ببین من تو آهنگ گفتم من نمیشناختم، فهم کردم بچه یکی از الی داره رپ میکنه و فلان این داستانا، ولی بعدا مصاحباتی که دیدم و آشنا شدم باهات خیلی باحال کردم و من با تو بیفی ندارم، باحال هم میکنم و معذرتخواهی کرد سر تیکه که تو آهنگش فرستاده بود. اینا این قضیهشون پابلیک نشد، خیلی وقتا هنوز مردم تیکه که شاهین انداخته بود و میگفتن، با اینکه نمیدونستن که اومده مثلا گفته شرمنده شده. حتی توی گاتنبرگ یا یوتبری که کنسرت داشتیم روی استیج شاهین مرکز قضیه شون بده، اومده یه دستمال هم انداخت دور گردن من رو استیج و اینا که اینا هیچ وقت ویدیو میدیاش در نیاد. آوا دمش گرم ولی چیز کرد. ایران که سارینا دخترین از پدر تهرانی که ای جهان داخل پاتایا دین داخل بانکوک زندگی کردن و یه دختری واردن از این خانم، الان ولی کردن به بچه رفتن و هنوز به بچه هم ندیدن. این خانم تقاضای کمکش هستن از ایران که بپی ای بچه پیدا بشه. شاهین اسمشن، شاهین سارینا صادق دخترین از پدر تهرانی که شاهین صادق زاده پاتایا. اوکی،
میگه که اگه همین کاری که میگن رو بکنید حسابی پول دار میشین. ملیکا جون داری چی کار میکنی؟ این یه کاسه هست برام، کاسه برکت. کاسهشو میتونی سفالی یا کریستالی انتخاب کنی. سه تا سکه که اگه طلا باشه بهتره، 9 تا اسکناس پول و سه تا چوب دارچین میذاری، یه مش گندم یه مش دم برنج و توی قسمت جنوب شرقی خونت میذاری برای اینکه افزایش فرکانس مالی داشته باشی. پشت کارت سه بار بنویس خدای شکر و کد 6100602 رو پشتش یادداشت کن، برای ثروت فراوان میاره. برو بالانشو تخم سگ. بله اینم از صحبتای ایشون که اول از همه امیدواریم خودش با این روش پولدار شه که مجبور نباشه برای درآمد دست به تولید همچین ویدیویی بزنه. و اما همونطور که میدونی چند روز پیش یه آخوند صحبتای تندی و علیه علی کریمی انجام داد که بعدش با واکنش تند مردم و سلبریتی ها روبرو شد و تقریبا همه از علی کریمی حمایت کردن و یه جورایی این آخوند مجبور شد از دست مردم فرار کنه و کامنتای پیجشو بست و فعلا رفته توی سکوت. و اما پرویز پرستویی هم صحبتای تندی و علیه این روحانی انجام داد و نوشت: اخیراً سخنرانی شما رو در دنیای مجازی دیدم و شنیدم. بسیار متاسف شدم که بالای منبر سلطان فوتبال ایران و جهان را بی‌شرف خطاب کردید. کجای حرف آقای علی کریمی توهین به مقدسات بوده یا خدای نکرده بی‌حرمتی به سید الشهدا که این مرد پر افتخار را بی‌شرف خطاب کنید؟ آیا در شرایطی که خیلی از مردم ماها لب به برنج نزده اند، حتی پول نان خالی و گوشت و غیره را هم ندارند، اگر پول این نظری ها هزینه این مستمندان بشود، امام حسین ناراحت می شود؟ بعید می دانم. معترض شدید که علی کریمی و امثال هم پولهای میلیاردی می گیرند. آقای معاونیان، آقای کریمی در فوتبال لقب جادوگر دارد، به این معنی که بارها و بارها دل مردم را شاد کرده و افتخار فوتبال ایران و جهان بوده. هیچ جای دنیا بی جهت به علی کریمی و امثال ایشان پولهای میلیاردی نمی دهند. بعید می دانم شما بتوانید حتی یک بار دور زمین فوتبال آزادی بدوید. آقای علی کریمی بارها و بارها قدم‌های بزرگی برای مردم نیازمند برداشته، بدون شو و شعاف. جایز است هر چه سریع‌تر از ایشان عذر خواهی کنید. به همان سید الشهدا، به خون پاک حسین، رفتار آدم‌هایی مثل شما ضد دین و حسین است. چرا به خودتان اجازه می دهید به آدم های پر افتخار و انسان مثل علی کریمی توهین کنید؟ به خدا که در دنیا از آدم هایی مثل علی کریمی مجسمه می سازند و به وجودشان افتخار می کنند. در عوض ما فقط یاد گرفتیم توهین و اهانت به کسانی بکنیم که در دل مردم جا پیدا کردند. اگر فکر می کنید بنده اشتباه می کنم، یک همه پرسی از مردم علاقمند به فوتبال داشته باشید، بدون شک شرمنده خواهید شد. بله اینم از صحبت‌های ایشون. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و همچنین روش‌های جدید پول درآوردن چیه؟ به نظرتون این کارا تأثیری داره یا نه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.